با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد ذری‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن از سراسر دنیا ملاحظه میکنن. پیش از آغاز گفتگومون حضور شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه فقط جنبه اطلاع رسانی داره. اگه میخواید جنبه حقوقیشو در نظر بگیرید، باید مشوره واسه مشاوره حقوقی زنگ بزنید به شما تلفنایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفتر آقای دکتر عابدی تا مشکلاتتون حل بشه. آقای دکتر، خب ما وارد بازم میگم بهار شدیم و من اصلا بهار یه حال هوای دیگه داره، مثلا با نوروز خودمون که شروع شد و سیزده بدر هم که رد کردیم و جشن‌های ایرانی رو باید جشن گرفت. قضا بسه، هر دقیقه از عمرمون باید با لذت و با معنا بره، نه با غم و غصه، چون این لحظات بر نمیگردن که بخوام جبرانشون بکنه، این لحظه رو باید با شادی گذرون. به هر حال مشکلات همچنان هست، مثلا تو دادگاه ها، تو کار شما که هر روزه با مشکلات فراوان روبرو هستید و باید یه جوری مشکلات رو واسه موکلینتون حل بکنید. حالا در مورد بیشترین چیزی که درگیری، شما وکیل خانوادگی هستید، بیشترین چیزی که درگیرش هستین احتمال قوی این جدایی و نفقه و مهریه و اونجور چیز هاست، درسته؟ خب مسلمه، وقتی که عزیزان جدا میشن از همدیگه، یکی از مشکلات عمده اینه که ببینیم که چه حقوقی دارن، و بر وظیفه من به عنوان یه وکیل در امور خانواده اینه که ببینیم که چه حقوقی دارن که بر اساس اون حقوق ببینیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. خب مسلمه که یکی از مشکلات همونطور که فهمودین مسئله اسپانسر سپورته، یکی از مشکلات چالد سپورته، یکی از مشکلات بحث مهریه است به عنوان یک عنصر خارجی که وارد قوانین ما شده و ما مسئله مهریه رو جدی میگیریم و بر اساس اون میریم جلو. بله، میگه که وقتی که زن نداری یه مشکل داری، وقتی که زن داری هزار و یک مشکل داری، البته ازدواج، وقتی طلاق میگیری اون موقع دیگه مشکلات فراوان همچنان ادامه داره. همون که گفتین شرایط مختلفی هست واسه چارل سپورت، اسپازور سپورت، حالا فرق نمیکنه چه زن باشه چه مرد باشه. من اینجا خانم دکتر میشناسم که به شوهر مطلقش به اصطلاح طلاق گرفتهش یا شوهر پیشینش نفقه میده. تو ایران چنین چیزی نداریم که زن نفقه مرد بده، ولی اینجا دموکراسی و زن و مرد با هم برابرن دیگه. مرد دو برابر زن حقوق بگیره و نمیدونم حقش باشه ارث و میراث و این حرفا، چنین چیزی نیست. بنابراین عدالت اجتماعی حکم میکنه که زن و مرد با هم برابر باشن، هر کدوم که از نظر مالی تمکن مالی داشت خب اون باید کمک بکنه، حالا به هر شرایطی. بیشتر این اسپازر سپورت و مهریه ها خب در ایران که ازدواج میکنن مهریه رو مرد تقبل میکنه که بده بزن، درسته؟ و این یک قرارداده و از نظر دادگاه کانادا و قوانین کانادا رسمیت داره و باید مرد پرداخت بکنه. متا چیزی هستش که از زیرش یه مقدار در بره، چون خب خود کرده را تدبیر نیست که خود وقتی قبول کردی قبول کردی دیگه. ببینید، همونطور که شما محبت کردین و خلاصتا هم فرمودین و در جلسات گذشته این مسئله ما بارها اشاره کردیم، مسئله مهریه یک مسئله ایه که قوانین ما در عرض میشه گفت 20-30 سال گذشته یک برخورد مختلفی رو داشته و قضات برخوردهای مختلفی در استان آنتاریو داشته که خوشبختانه در سال 2017 در دادگاه کورت آف اپیل، یادم نمیاد 2017 یا 18 برصورت کورت آف اپیل این مسئله رو ستل کرد و اعلام کرد که مهریه نظر ما باید پرداخت بشه و بحث اینه که اون چطور که ما در سیستم حقوقی داریم اینه که باید این میزان در دارایی خانم ثبت بشه، در بدهی آقا ثبت بشه و و و و یعنی میخوام بگم که رهنمودی که دادگاه اپیل داد و الزام آوره برای تمام دادگاه‌های عالی، بحث اینه که بر اساس قوانین فعلی که ما در مقابل اون هستیم، اگر آقایون مهریه رو متقبل میشن و قراردادی رو امضا میکنن، طبق اون ملزمن که اجرا بکنن.
خیلی ساده است مطلب. بعضیا میگن کی داده کی گرفته. این بحث کی داده کی گرفته مال شاید 70 سال پیش بوده باشه، مال 80 سال پیش بوده باشه. سالهایی رو که من دارم میبینم همیشه مهریه بر ذمه مرد بوده و مرد باید میداده. فقط بعضی مواقع یه شاخه گله، بعضی مواقع یه مبلغ ریالیه، بعضی مواقع مبلغ سکه طلاست. مشکل عمده‌ای که ما امروز داریم و قابل بحث هست اینه که این سکه طلاست. یعنی اکثر عزیزان در زمانی که میشینن سر سفره عقد و مذاکراتی که در طول خواستگاری انجام میدن یا برفرض بعد از خواستگاری انجام میدن تا به مرحله عقد میرسه و عقد رو انجام میدن و اسناد ازدواج رو امضا میکنن، خب تا این مقطع چون ریال بوده باشه و گل بوده باشه و یا کتاب بوده باشه یا چیزای دیگه باشه مشکلی نداریم. ولی وقتی که به قیمت طلا نگاه میکنیم و فرد میشینه میگه 1000 سکه طلا من تعهد میدم که مهریه بدم، 500 سکه طلا مهریه بدم، خب با توجه به که ارزش طلا هر روز رفته بالا، این یک مصیبت زیادی رو ایجاد میکنه برای آقا و برای خانوم که خوشحالی ایجاد میکنه که حداقل بگه که بابت سالهای زندگیم یه مبلغی رو به عنوان مهر میگیرم. حالا من کار ندارم که اصلا چی چی هست، یه قرارداد وجود داره، بابت اون که اون قرارداد رو امضا کردن آقا ملزم میشه که بپردازه، خانوم مایله و فشار میاره که دریافت کنه. حتی نمیگم من به خانوم ها، بسیاری موارد هم دیدم که بعضی از خانوم ها یا تقلیل دادن یا بخشیدن یا به هر کاری، من اونش اصلا کار ندارم. بس اینه که وجود مهریه میتونه مسائل رو کامپلیکیت کنه به نفع یک نفر و به ضرر دیگری. وظیفه ما به عنوان وکیل هست که این رو بگیم که اگر کسی مهری رو تو قرار داده ازدواج اومده، این قابل بررسیه که ببینیم چی هست، چقدر هست، چجوری هست و چی کار میشه کرد. این بحثیه که بیشتر الان در دادگاه مطرحه و فشار آقایون هست که ندن، فشار خانم هست که بگیرن تو دادگاه و رو اینا بحث پیش میاد و فشار قانونی. آقای دکتر، پیش میاد که مثلا 1000 سکه طلا میگه، 1000 سکه طلا، ولی از عهده مثلا 100 تا یا 200 رو برمیاد. آیا دادگاه در چنین شرایطی اینا رو هم در نظر میگیره، شرایط مالی، تمکن مالی طرف رو که میتونه همشو بده یا بخشو بده، اون موقع میتونه بگذره از مثلا 800 سکه طلای اضافه؟ خب ببینید، مشکلی که وجود دارم همینه که این ارقام یه مقدار زیادی بعضی مواقع وقتی به 2000 سکه، 4000 سکه، ما یه پرونده دیدم 5000 سکه باشه، خب یه مقدار زیادی هم عین لحاظ تمکن مالی بعید میدونم فرد بتونه یه دفعه 5000 سکه به سکه بده، مگر اینکه یه روز که سلطان سکه بود باریکالله که بعدم کشتنش، ولی یعنی نذاشتنست مهریهش رو بده، کشتنش. ولی مطلبی که وجود داره اینه که ما عملا با این مشکل برای همینم میگیم که بهتره که شما وقتی که این مسئله دارید حتما با یک وکیل مجرب کارشناس در امور حقوقی مشورت کنید، چون بر صورت به نظر میاد که باید مسئله بررسی شه، با ریالیتی کیس مواجه بشی. آقای دکتر، شما به نظرت که موقعی که ازدواج میخوام بکنن اینا بنویسن اونجا نباید وکیل بگیرن طرف؟ وکیل لازم نیست اونجا؟ به نظر من بهتره اولین وکیلی باید اونجا بگیرن. آخه موضوع همینه که چون روی احساسات قرار دارم میرن. داد نه، ببینید موضوع اینه که شما برای خرید خونه میگه از وکیل استفاده میکنید، همیشه برای انعقاد قرار داد، وقتی قرارداد میبندید، وقتی که شرایط رو برای انتخاب خونه نه، قرارداد هم میبندید نمیکنید. اکثر موارد من دیدم که کارشناسان امور املاک، ریال استیت ایجنت ها، افراد خوبی هستن، محترمن همشون، عزیزان اینها قرارداد و مذاکرات رو صورت بذارن، قرارداد رو میبندن، شرط هم وضع میکنن، شرط هم لغو میکنن، آنکاندیشنال قرارداد میره رو میز وکیل که وکیل فقط ملزم به اجرای قرارداده.
خب ما میلیاردها دلار در سال در خود استان آنتاریو یا سرتاسر کانادا، مثلا میگیم سرتاسر کانادا، داریم بابت ریال استیت میدیم. ملک جابجا میشه، چند درصد از این ملک که جابجا میشه وکیل درف کرده، وکیل نظر داده. اگر اونجا وکیل نظر نده، چرا میگیم قرارداد ازدواج باید باشه؟ یعنی بحث حقوقیه. ما ریالیتی ما شما پیشنهاد نمیکنه که مثلا برای همین معاملات ملکی وکیل هم حضور داشته باشه؟ ببینید تاثیر داره؟ بعضی موارد تاثیر داره، میتونه جلوگیری کنه یه مشکلی. بارها این مطرح کردیم، هر نوع قراردادی بهتره که با یه وکیل مشورت شه. من نمیگم که شما نظر وکیل رو اجرا کنید، ولی شما نگاه کنید استخونه کارو همینه. بسیار موارد چون یعنی من عرضم روی ریال استیت رو مطرح کردم این بود که ما داریم میلیاردها دلار در سال. خب الان خونه ها چنده؟ خیلی یه میلیون دو میلیون؟ بله. آیا در عرض سال هزار تا خونه رو خرید و فروش میشه؟ بله. میشه میلیارد؟ میلیاردها، بله. یعنی میخوام بگم که یه موقع رقم ها رو 50,000 دلار 100,000 دلار بود، برمیگرده به سالهای 2001 مثلا خیلی خونه بالا بود 200,000 دلار 300,000 دلار. اوه، ولی امروزه نگاه میکنی خونه ها یه صفر اومده روش. بله، 20%، 30%، 40%. ما این همه معامله داریم، میگم لزوما این نیست. بعدی ولی شما وقتی قرارداد فرمه، وقتی به دادگاه مراجعه میکنی تخلف کرده بشه از شرط قرارداد، نمیای بگی که من ایندیپندنت لیگل ادوایس نداشتم. قاضی میگه اجرای قرارداد. آقا خونه رفته بالا، من سرم کلا رفته، خونه رو که به قیمت ارزم قرارداد سر جاشه. آقا من ضرر کردم، قیمت خونه اومده پایین، چرا من باید بیشتر بدم؟ مثلا قرارداد سر شما تخلف کردید، مد خسارت فروشنده رو بدید. یعنی میخوام بگم در مراحل مختلف این به معنی دیفنس نیست که ما اگه بخوایم بگیم که حتما باید اینا ادوایز وکیل نبوده پس قرارداد باطله. این به نظر من بحثه که به نظر من راحت ترین بحث اینه که آقا جون وقتی که میشینی سر میز مذاکره و میخوای همسر آیندت رو انتخاب کنی، خیلی موارد هست آقا شما میخوای ازدواج کنی، چقدر شما مهریه میخوای؟ 100,000 دلار 200,000 دلار 50 سکه طلا؟ یعنی باید ببینیم که افراد چقدر میخوان و چقدر توانایی دارن. ولی ممکنه که آقا من توانایی در آینده بیشتره و میتونم تقبل کنم. این هم یه بحثیه که بسیار عزیزان ما با این فلسفه میرن جلو. بله، حالا اخیرا من یه مطالبی میخونم در مورد مهریه. دست و پا، چشم مهریه میکنه، یعنی یه چنین چیزی اصلا به بیراهه رفته. بعد جوری به نظر من بیا بحث رو ببریم روی نقطات بدنی که اصلا غیر قابل اجراست. و به نظر اصلا مضحکه که وقتی یه چنین پیشنهادی که میکنه به کجا دارن میرسن مردم از نظر اخلاقیات. به نظر من البته شما نظر حقوقیتون رو گفتید نگه داشتید، ولی از نظر اخلاقی من فکر میکنم مهریه یک سنت بیجاییه و قیمت گذاشتن روی انسان ها معنی نداره. اصلا نباید چنین چیزی باشه. زن و مرد با هم برابرن، یک هیچ چیز زورکی نیست. و اگر دلش نمیخواد که با طرف ازدواج کنه، اینو پدر مادرها مثلا میذارن، میگن که این مهریه رو میذاریم برای اینکه ببینید. آیه زریم، من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه بذار دو مطلب رو روشن کنی. شما میری خونه عروس خانم، خب، و شما به عنوان فردی که میخوای عروس انتخاب کنی، طرف مقابل میگه در سنت و فرهنگ ما هست که شما مهریه بپردازید. سوال اینجاست که شما میگی اوکی، من قبول دارم، احترام میذارم به سنت، چون همین کارم من واسه خواهر برادرم میکنم یا برای پدرم واسه بچه‌هاش کرده. یعنی میخوام بگم این یه سنت مقبولیه. آخه ببین خیلی از این سنت الان میریم جلو، یکی بریم جلو، چون بستگی داره که ما بخوایم مهسا چجوری ادامه بدیم، بعد ببینیم به چی میرسیم. حالا بحث اینه که نشستین سر سفره عقد و قبلا مذاکراتو کردید و میدونید که چقدر باید بدید. حالا در قبل از عقدم شما مذاکره کردید و به یه نتیجه‌ای رسیدید که مثلا چه مبالغی باید بده، حالا یا شفاهی یا کتبی.
بعضی مواقع شفاهی که آقا جون ما تعهد میکنیم که مثلا بابت این 100 سکه طلا بدیم. در بعضی موارد مطرح این که شفاهی نیست، کتبی هم شده و یه چیزی تو طرف نمیشن قبل از اینکه برن که مطمئن میشن که دیگه کسی، بعد وارد مسئله عقد میشه و عقد رو قبول میکنن. اگر فردی انتظار داشته باشه که 100 سکه باید بده و قبول کرده که بده، خب این تعهد قانونی چه فرقی میکنه با خرید ملک؟ من اینجا مشکل ندارم که مثلا تعهد داده، ولی از اساس اوکی شما یه بحث دیگه اجتماعی میکنید. مگر نه مسلمان اجتماعی نیست، تعهد کرده باید بده. اگر قبول کرده میگم من 100 تا سکه 1000 تا سکه میدم، تعهد کرده و هر تعهدی ارزش اعتبار خودشو داره. یه بحث وجود داره، یه بحث اجتماعیه که ما میخوایم جامعه رو تغییر بدیم. آره این منظور من همونه. آره یه بحث جامعه، ولی بحث ما بحث حقوقیه. خیلی از سنت ها سنت شکنی شده به خاطر اینکه با عقل و خرد جور در نمیامده. خب خیلی مثلا باورهامون سنتی بوده. شما فکر میکنید که برای قاضی کانادایی راحته که بگه این مبلغ به عنوان مهریه پرداخت بشه؟ نه باور داره، نه اعتقادی به هیچ داره، ولی احترام میذاره به قوانین کشورهای دیگه. نه احترام نمیذاره، احترام میذاره به قوانین خودش و قوانین خودش پیش میاد که چون این قرار داده دو طرف وارد قرار داد شدن، اهلیت داشتن، شرایط رو قبول کردن و به تبع ملزمن که قرارداد رو احترام بذارن، به تبع دستور میده به پرداخت بشه. یعنی میخوام بگم که اگر شما بهش نگاه کنید از جنبه قانونی همش بررسی میشه، نه جنبه جنبه‌های دیگه. جنبه‌های دیگه ببینید عملا وقتی که دو طرف میرن برای جدایی، من معتقدم که خیلی مشکلات وجود داره. ولی بحث مهریه این نیست که مثلا طرف بگه من 1000 سکه رو باید بهم بدی، بلکه در قوانین ما یک مقدار تعدیلات هم میشه گفتش که پیش بینی شده. اما میگم این جلسه ما بحثمون نیست. مشکل عمده من فکر میکنم همه مشکل ما برمیگرده به این که این بر اساس طلاست. یعنی اگر مهریه و ارزش دلار اگه گذاشته شده باشه راحت تره، به ریال گذاشته شده باشه تکلیف دو طرف راحت کرده. مشکل عمده ای که من الان میبینم اینه که نوسان طلا طلاست. مثلا میبینی در یه مقطعی قیمت یه سکه طلا بوده 400 دلار، الان 600 دلاره. خب واقعا کدومه؟ یعنی در عرض این دو سال گذشته ما یه چیزی حدود شاید بین 30-50% ما نوسانات میبینیم. حالا من نمیخوام دقیق بگم در چه مقطعی، فقط میگم در عرض این چند سال اخیر به ریال که میشه افتضاح میشه. خب واسه همینم مشکل سازه. میخوام همینو بگم، چون طلاست و اینکه مشکلات اینجوری داره، از این لحاظ مشکل سازه. وگرنه به نظر من آقایون ایرانی در اینکه پرداخت مهریه رو بخوام پرداخت کنن مشکلی ندارن، به رقم اشکال داره. میدونی منظورم چیه؟ یعنی چون طرف وقتی که ازدواج میکرده گفته که مهم نیست 500 تا سکه طلا میشه مثلا 2 میلیون تومان برفرض. 2 میلیون تومان چقدر بوده؟ مفرض اینه که حساب که میکرده مثلا میشده معادل 2 سال کارش. ولی امروزی که نگاه میکنه بینه او مای گاد خیلی تفاوته. اصلا توی بعضی پرونده طرف میگه من باید بذارم برم، من باید بذارم برم، باید این مسئله نمیتونم پرداخت کنم و به تبع مجبوره که آرگومنت های مختلفی مطرح بکنه که اینا. یعنی میخوام بگم که مشکل عمده ما در مهریه چون بر اساس طلاق مشکل، مگه نگه باشه بگه آقا 100 هزار دلار وکیل میگه 100 هزار دلار بده بره. نه صادقانه میگم، یعنی موکل مشکلی در اگر ریالی باشه یا دلاری باشه مشکلی، مشکل ما رو طلاق. خب اونجاست که مسئله سازه و قیمت میتونه نوسانات داشته باشه. آقای دکتر متاسفانه وقتمون تمام شده، ما مجبوریم که از شما و بینندگانمون خداحافظی بکنیم. مرسی از توضیحاتتون. با تشکر از شما و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که برنامه رو دارن ضبط میکنن و همچنین با تشکر از بینندگان محترم که به عرایض بنده دقت داشتن و توجه کردن. امیدوارم که این برنامه یک
اطلاع کلی نسبت به مسئله مهریه داده باشه، ولی به عنوان لیگل ادوایس همونطور که آقای سریم فرمودن نیست. باید عزیزانی که میخوان مسئله مهریه چه پرداخت کننده هستن چه مثلا دریافت کننده هستن، میبایستی که اطلاعاتشون رو به وکیل مربوطه بدن. وکیل مربوطه با توجه به اطلاعات کلی پرونده و اطلاعات مالی بتونه نظر مناسبی رو ارائه بده. بله، مرسی از توضیحاتتون، مرسی که بیننده ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا حافظ.